امشب سیاوش مهمان شب‌آهنگ، هنرمندی که سالهاست در عرصه موسیقی ایران فعال و ترانه‌های خاطره‌انگیزی رو پدید آورده. او مدتیه که با انتشار ترانه‌های تکی و یا سینگل حضور پررنگتری در صحنه داره و در حال تهیه و تدارک برنامه‌های مختلفی برای طرفدارانشه. پخش کوتاهی از ترانه دلبر ناز. از تو سینه در بیارم، پاره کنم، دور بریزم، یه دل بهتر بیارم، یه دل که توش غم نباشه، قصه ما مرتم نباشه، یه دل که این سنگ باشه، زشتی ها توش قشنگ باشه، دلی که توش را نباشه، شهر لس آنجلس میریم تا این گفتگو رو آغاز کنیم. سیاوش عزیز، به سلام میکنم و درود میفرستم. مرسی از اینکه با ما همراه هستی. تشکر بهنو جان، همیشه از من دعوت میکنید، خیلی ممنونم که به فکر من هستید و امیدوارم که هر جا هموطنان هستن شاد و خرم باشن. من سوالای خیلی زیادی دارم سیاوش، ولی پیش از هر چیز برامون بگو این روزا کجا هستی، چیکار میکنی، زندگی چطوره در لس آنجلس؟ والا زندگی آسمان آبیست، هر جا که شما باشید همان هست که تو قلبتون هست و تو روحتون هست. با خانواده بهترین وقت زندگیمو با خانمم و بچه ها دارم، بچه های کوچیکم راکوی عزیز که 4 سالش شد تازگی و اون یکی نوا که شد 5 سال و نیمش، تقریبا داره میشه 6 سالش و واقعا شیرینی زندگی آدم هستن و هر لحظه به لحظه شون خاطر است تو زندگی. امیدوارم هر جا که هستن خوب و خوش باشن، ما بتونیم هر بار که با شما صحبت میکنیم خبرهای خوشی درباره اونا بشنویم. انشالله. خب من امیدوارم آرزوی هر پدر و مادری همین است. درسته. من میدونم که شما ظرف ماهای گذشته داری ترانه های سینگل یا تک ترانه میدی بیرون که ظاهرا کاریه که خیلی از هنرمندای ایرانی دارن انجام میدن. آیا شما هم همین تصمیمو داری، یعنی راه و روشی که میخوای به این صورت در عرصه موسیقی ادامه بدی؟ والا همه میدادن در ایران این کار میکردن چون نمیتونستن خب خیلی هاشون آلبوم بدن، ولی من این کار رو آن پرپس، یعنی میدونستم که باید تک تک بدی بیرون چون آینده موزیکینه. ببینید مردم دیگه آلبوم نمیخرن، مردم دیگه حتی برای موزیک مجانی هم که خب میذاری خیلی کم هستن، به ندرت ممکنه 10% ساپورت کنن یا اون کار رو بخرن. بیشترین راه درآمد هنرمندا این هست که اگه جدید میان که خب میخوام معروف بشن، همین جوری مجانی کار میکنن، میدن بیرون که شهرت پیدا کنن. ولی برای من که مثلا 28 سال کار کردم، بیشتر خب از الان به خصوص داریم ما چند نفر صحبت میکنیم در کار آهنگ ساختن براشون، پرودوس کردن و اینا و کنسرت ها هست و اینا. یعنی ولی بیشتر آینده فکر کنم آلبوم ها تقریبا تا 1 سال دیگه زیاد آینده ای نخواهد داشت. یعنی به این صورت که اشاره کردی همین ترانه های تکی که خودت داری روشون کار میکنی در آینده توی آلبوم یا مجموعه جدا نخواهد بود دیگه، به همین صورتی که میاد؟ بله واقعا نمیصرف و ارزشی نداره. ببین شما، میگم در کشورمون قانون نیست کار من، بعد به خصوص برای من، و با 80 میلیون کار نمی‌کنید که آلبوم بخره. یا اینجا مثلا هنرمندایی هستن که با خب 350 میلیون نفر توی آمریکا و بقیه دنیا دیل می‌کنن، اون فرق داره.
برای ما که اونا هم کم کم داره دیجیتال میشه فروش ها بیشتر. این نظر من است. استقبال طرفدارا چطوره؟ یعنی راضی هستن به این صورت ترانه های تکی گوش بکنن یا بیشتر دوست دارن آلبوم باشه و همه رو یه جا گوش بدن؟ والا دیگه خیلی باید بی‌معرفت باشن کارا مجانی بهشون میدی دوست نداشته باشن میتونن گوش نکنن، ولی کمترین چیزی که میتونن بگن که تشکر کنن که ما داریم سعی میکنیم یه لحظه زندگیشون رو خاطره بسازیم براشون. تو این چند تا ترانه آخری که منتشر کردی میشه احساس کرد کارا خیلی ریتمیک، شبیه به ترانس یا نزدیک به موسیقی الکترونیکه. آیا به این سبک به این صورت علاقه داری؟ میخوای این کارا رو به این شکل ادامه بدی؟ ولی اگه تاریخ کار من بدونید، من همه نوع کاری رو سعی کردم بکنم. حتی مثلا دو سه کار قبلیم که دروغ بود، یه کار آرومی بود که تنظیم‌های سازهای ذهی و اینا و همه چی توش بود، اون تقریباً ریتمیک نبود یا نمیدونم یا چیزهای دیگه. هر زمانی ببینید، الان بدبختی ما اینه که بیشتر مردم کارها رو در کلاب ها و پارتی ها و اینا گوش میکنن. بیشترشون ممکنه 10% فقط واقعا موزیک گوش میکنن و حال میکنن. بیشتر برای همین بهترین راه دوستان اینه که الان کار میکنن، بیشتر آهنگای ریتمیک همه جا شنیده میشه و بیشتر مردم آشنایی خواهند کرد و گوش خواهند کرد. ولی همه نوع کاریو من دوست دارم، هر جوری بتونم دست و بالم باز بشه و راحت باشم. خیلی کارهایی هست که من هنوز شروع نکردم انجام دادن که انشالله در آینده شما اگر البته زنده باشم خواهید شنید. نه امیدوارم که 120 سال زنده باشین تا همین کارا رو به این صورت موفق و خوب ارائه بدین. ولی من این نکته برام اینجا یه مقدار سواله، اون تمایل قلبی یا علاقه شخصی خودت به چه سبکیه؟ کارهای آروم رو دوست داری، دلت میخوای ریتمیک و انرژیک باشه، دقیقاً چه نگاهی داری؟ ببین، برای یک هنرمند باید زمان رو نگاه کنه. ببین اگر همه بخوان منفی و ناراحت بخونن، خب خیلی من دوست ندارم اون کار رو انجام بدم. باید زمان ببینید، یک زمانی باید سیاست راجع به صلح و عشق هست، من یه چیزی می‌نویسم مثل جوانای ایرونی، شراهنگ اونجوری کار میکنم، راک هست. یه زمانی نوشتم صحنه، یه زمانی وقتی شروع کردم دختر ایرونی بود، خب فکر کردیم یک نور سفید بندازیم رو زن ایرونی، دختر ایرونی که واقعا مادره و در اون زمان لازم بود. هر زمانی یک چیزی لازمه. بعضی وقتا هم باید شاد باشیم، باید مثبت باشیم تا اونجا که میتونیم. الان فعلا این هست. حالا کار بعدی، چند تا کار دارم که اونم خواهید چنید، امیدوارم اونم خوشتون بیاد. این روزا با چه هنرمندای بیشتر همکاری میکنی و رابطه خودت با بچه های داخل ایران چطوره؟ شاعرها، آهنگسازا، تنظیم کننده چطور با هم کار میکنی؟ ببینید واقعا من احساس میکنم بعضی وقتا مثل یه پدر دیگه، پدری هستم که یه مقدار بچه های دیگه هم این ترانه سرا و نمیدونم بچه‌هایی که موزیک کار میکنن مینوازن و اینا در ایران نامهایی که به من میدن و با من بزرگ شدن و این تشویقایی که میکنن واقعا آدم دلگرم میشه. هر چقدر جو لس آنجلس در این 28 سال به نظر من خیلی فاسد بود برای این کار که رشد بکنی، ولی اینا با هم دلگرمی میدن. مثلا بچه‌های مثل رادمیر عزیز که خیلی زحمت کشید، فن خوب من بود، کار گل من و دروغ ما با ایشون درست کردیم. بعد آرش آزاد عزیز، حمید افشاری و همینطور خانم مهدیه عرب، بچه هایی که واقعا زنگ میزنن، کار میدن، کار میکنن، اینا واقعا برای من ارزش داره. و خیلی از کارهای دیگه که من واقعا ببخشید نمیتونم خودم بیشتر از یک کار در چند وقت بدم بیرون یا بخونم، ولی به اونایی که این همه کار میفرستن و میخوان من براشون پرودوس کنم، کار بکنم، من واقعا یه مقدار دستنه هستم. سعی میکنم یه کمپانی هست انشالله درست بکنم که اینو بیشتر بتونم براتون کار بکنم، برای بقیه هم کار آهنگسازی و پروداکشن انجام بدم. سیاوش، با وجود اینکه تو اکثر ترانه ها خیلی پرشنونده است، موزیک ویدیوهات بیننده های زیادی داره، ولی کمتر میبینیم که در کنسرت یا برنامه هنری شرکت بکنی، چه در لس آنجلس چه حالا در سایر شهرهای جهان. دلیلش چیه؟ خودت نمیخوای به کنسرت بری یا مسائل دیگری وجود داره؟
نه عزیزم، اینا خب تا بوده بالاخره یک سیاستایی تو این کار هست، یک دست بندی بازیایی هست که اینا متاسفانه هست و از اینا نباید جلوی من باشه که من نتونم بیشتر کار کنم. مثلا کمپانیایی هستن که الان قدرت گرفتم، حتی خود من بهشون کمک کردم اول راه، همون جوری که 28 سال پیش بود، الان یک سری جدید هستن که این کار رو دارن انجام میدن و کنسرت ها رو در دستشون گرفتن، خیلی قوی شدن و من فلسفه اینا رو دوست ندارم و متاسفانه حاضرم درآمدی کمتر داشته باشم و حالا هر چی آینده شد همون خواهد شد، ولی وقتی یک نفر فلسفش غلطه در این کار که میاد از جوانهای ما که الان احتیاج دارن به کمک، تشویق، فلان اینا، هیچ کاری هم براشون نمیکنه، پولشون رو میگیره، یک الگوی کمپانیشو میزنه روی ویدیوهاشون، ویدیوهایی که این بچه ها با چقدر سختی درست کردن و احتیاج دارن، میگه مثلا میزنه که تبریک کنه یا حتی شاید بذارتشون تو کنسرت ها. من متاسفانه این راه من بوده از اول، نمیتونم زیر بار حرف زور و این فلسفه برم. برای همین انشالله با بودن فیسبوک، و تنها دلیلی هم که امروز من برگشتم زیاد کار میکنم به خاطر فیسبوکه، برای اینکه من میخوام یک چانس دیگه به مردمم بدم، ببینم پشت سر من هستن. الان که این مطبوعات لس آنجلسی قدرت این ندارن که بگن خب ما اگر شما تو کنسرت های ما به این وجه انجام ندی یا این کار رو نکنی ما تبلیغ رو نمی کنیم. الان من چسبیدم به فیسبوک و اینترنت و دیجیتال ورلد، زندگی دیجیتال، که بتونم سریعا مستقیما با طرفدارم صحبت کنم، کما اینکه کسایی مثل خود شما هم هستید که با کار واقعا قشنگتون میتونید